این نمایشگاه تلاش میکنه تا از دریچه موسیقی الکترونیک به تکنولوژی، هنر، مد، گرافیک و معماری بپردازه. البته محور اصلی اون موسیقی و رقص رابطه‌ای که با تکنولوژی داره. نمایشگاه با یک گاه شمار تاریخی شروع میشه که تکامل موسیقی الکترونیک رو نشون میده. آغاز اون دهه 20 میلادیه که در اون سبک موسیقی کانکریت شکل میگیره. نوعی آهنگسازی که از طریق میکس صداهای ضبط شده مختلف درست میشده. اما یک دستگاه فوق‌العاده توی این دوره ابداع میشه که یک کره بزرگه که یه صلیب روی اون قرار داره. یک آهنگساز روسی به اسم نیکولای آبروکوف اون رو درست میکنه. وقتی که دستتون رو در اطراف این صلیب حرکت میدین، ملودی های زیر و بمی مختلفی رو تولید میکنه. خیلی جالبه که این یک دستگاه الکترونیکیه ولی از حرکت بدن انسان دستور میگیره. موسیقی الکترونیک از همون ابتدای پیدایشش یه جنبه آینده گرایانه داره ولی وابسته به تکنولوژی زمانش و میشه از طریق بررسی تاریخ اون پیشرفت تکنولوژی رو هم دنبال کرد. اما اگر بپرسید چه گروهی مهمترین نقش در شکلگیری موسیقی الکترونیک به معنای امروزیش رو داشته، بدون شک کرافتورک. خیلی جالبه که از همون ابتدای دهه 70 میلادی وقتی آلبوم‌های مهمشون رو توی استدیوی کینگ کلنگ در دوسلدورف آلمان تولید می‌کردن، به فکر راه‌حل‌های جالب دیداری برای نمایش موسیقیشون روی صحنه اجرا بودن. مثلا می‌بینیم که به جای اونا 4 مانکن روی صحنه می‌اومدن و پشت دستگاه‌های پیشرفته الکترونیکی قرار می‌گرفتن. پشت سرشون هم یه پرده قولاسا با تصویرهای دیجیتالی قرار داشت. کرافتورک در واقع استیلای موسیقی راک رو فرو ریخت و چیز جدیدی به وجود آورد که کسی قبلا ندیده بود. خیلی از جنبه‌های اجرایی موسیقی الکترونیک امروز از کارهای اونا ریشه گرفته. موسیقی الکترونیک از جنبه‌های مختلفی مثل اجرا، تجربه و فروش به شدت از نظر بصری طراحی شده. صحنه کلوب‌ها وجه دیداری خیلی قدرتمندی داره. پوسترها با گرافیک ویژه‌شون این موسیقی رو تبلیغ می‌کنه. از طرف دیگه روی جلد آلبوم‌های مختلف و گرافیکشون به نوعی با طراحی صحنه و ویدیوها در ارتباطن. مثلا ایفکس توین رو می‌بینیم که با تکنولوژی کامپیوتر زبان تصویری ویژه خودش رو به وجود آورده که توی اون تصویر و صدا با هم در ارتباطن. همینطور مدل لباس پوشیدن کسایی که به کلوپ‌های موسیقی الکترونیک میرن روی جنبه دیداری این فضاها تأثیر میذاره. البته موسیقی الکترونیک هم روی مد و لباس پوشیدن اونا تأثیر میذاره. مثلا طراحی لباس‌های رف سیمونز، طراح بسیار معروف رو میبینیم و میدونیم که چطور از صحنه موسیقی تکنو توی کاراش تأثیر گرفته. عکاسی از مردمی که به این کلوپ‌ها و کنسرت‌ها میرن هم خیلی جالبه. آندریاس گورسکی، عکاس مشهور آلمانی، یک مجموعه عکس از کنسرت‌های بزرگ آلمان گرفته. این عکس‌ها کلاژ نیستن، اما از ترکیب چند عکس به وجود اومدن. نوعی پرسپکتیو هوایی تو این عکس‌ها وجود داره که از زاویه بالا به صدها نفری که به این کلوپ‌ها میرن نگاه می‌کنه. خیلی جالبه، چون با وجودی که داریم از بالا به اونا نگاه می‌کنیم، اما مقیاس بزرگ کار باعث میشه ناگهان خودمون رو بین اونا ببینیم. تصویر خیلی قویه.
همینطور که به انتهای نمایشگاه نزدیک میشیم، یک فضای تاریک رو میبینیم که توی اون چیدمانی از 24,000 لامپ LED وجود داره. صدایی که توی این فضا میشنوید از طریق نور این لامپ‌ها جنبه دیداری پیدا میکنه. رابطه بین حس شنیداری و دیداری، اون چیزی که میشنوید و اون چیزی که میبینید، محور خیلی از اجراهای موسیقی الکترونیکه که در این کار به خوبی خودش رو نشون میده. آخرین چیدمان این نمایشگاه به گروه کمیکال برادرز اختصاص داره که حاصل همکاری اونا با هنرمنده و تولید کننده های دیگه است. وقتی در آخر وارد این فضا میشید که با دود، نور سنگین و پروژکتور مخصوص کنسرت ساخته شده، واقعا احساس میکنید که وارد یک کلوپ شبانه یا یک جشنواره موسیقی بزرگ شدید. یادتون میاد که کجایین؟ این حس صمیمیت و خاطره انگیزی که با این نوع موسیقی به آدم دست میده برای من خیلی جالبه. جالبه که تکنولوژی موسیقی الکترونیک رفته رفته پیچیده تر شده، ولی همزمان به آدم‌های بیشتری این امکان رو داده که این نوع موسیقی رو تولید کنه. این تکنولوژیه که این امکان رو به وجود آورده. دسترسی به دستگاه‌های پیشرفته با کیفیت صدای فوق‌العاده برای همه مهیا شده که من و شما اگر استعدادش رو داشته باشیم حتی میتونیم از توی اتاق خوابمون باهاش موسیقی بسازیم. بنابراین این تکنولوژی فضا رو باز کرده و به نظر میاد که این صحنه هر روز داره دموکراتیک‌تر و بازتر میشه. و چیزی که همه اینا رو به هم پیوند میزنه علاقه مردم به دور هم جمع شدن و با هم رقصیدنه. حالا که همه مجبوریم توی خونه هامون بمونیم، این حتی اهمیتش بیشتر هم شده. انسان‌ها این نیاز اولیه رو دارن که دور هم جمع بشن و توی تجربه هاشون با هم شریک بشن. و فکر میکنم موسیقی دقیقاً کارش همینه. Human beings have this fundamental need to come together to share things, and I think music is right at the core of that.